آی آبادی، در رمان اول شما دو تا اتفاق سرنوشت ساز برای شخصیت اول داستان یعنی نادر اتفاق میفته. اول نابینایی در بعد تولده و دوم انقلاب 57. آیا شما در نظر داشتین که انقلاب رو به یک نابینایی اجتماعی تعبیر کنید، همونطور که خوزه سارماگا توی رمان معروف کوریش استفاده کرد از اون؟ پرسش جالبیه. البته من آگاهانه باید اعتراف کنم اینطور به این فکر نکرده بودم، ولی اینکه انقلاب ما یک نابینایی هست یک حقیقتی است. البته که من دلم میخواست این رمان برخلاف اونچه که شما از ساراماگو گفتین، نابینایی یک امر واقعی باشه و نه یک امر نمادین. در اصل من نابینایی رو فلسفی مطرح نکردم، ولی باید اذعان کنم که این پرسش شما پاسخ خوبی هست و این انقلاب حقیقتا یک ربطی به نابینایی داره. اونچه که هست و حقیقت هست، من خودم هم دوچار این نابینایی بودم، نه فقط بدنی تنی بلکه ذهنی هم، به خصوص در اون زمان انقلاب. اتفاقی در رمان شما افتاده اینه که تمام توصیف ها از محیط خارج و افراد و شخصیت های درگیر حذف شده و ما صرفا جهان رو از منظر نادر میشنویم، بو میکنیم و میچشیم. آیا شما به تجربه های خودتون فقط تکیه داشتین تو نوشتن این رمان و میخواستید که دنیای یک نابینا رو نشون بدید؟ و همچنین چقدر فکر میکنید که این روایت یک نابینا از جهان روایت متفاوتی از انقلاب ایران به دست داده؟ من فکر میکنم که انقلاب 57 رو از روایت های مختلف در روایت های مختلف ما خواندیم و شنیدیم و دیدیم. روایت من یکی این که خب فرقش همین هست که گفتین، از منظر یک نابینای بلکه دو تا نابینا یا نابینایانی گفته میشه، بازگو میشه. و دوم این که خب ببینید، فرق این قضیه توی خودش هست، یعنی این که این منظر یه چیز ناشناخته، یه پدیده ناشناخته است که من فکر نمی کنم که تا به حال کسی قبلا به این صرافت یا فکر افتاده باشه. حالا از نظر فلسفی، از دیدگاه فلسفی یا اجتماعی این کار شده، همینطور که مثال ساراماگو رو شما زدید، ولی اینکه واقعا نابینای درگیر این انقلاب شده بوده باشه که بودم، نه فقط من، خب اینم یه واقعیتیه. اونا چه کردن در این انقلاب، چه مشکلاتی داشتن، چه دیدگاهی داشتن، گرفتار چی بودن، درگیر چی بودن اینها. این هم که میگین که آیا این مشکلات یا این داستان مربوط به خود من فقط میشه، نه. ببینین اصولا شما خودتون به عنوان نویسنده میدونید که هر چقدر هم که نویسنده خودش رو بخواد روایت بکنه، باز در رمان یک پندار و انگاری هست که اون شخصیت داستان خود اون حتی راوی نیست، بلکه یک مجموعه است، یک تیپی هست. این کسی که من روایتش میکنم اینم یک تیپیه، تیپی از یک نوع یا از گونه ای از نابینایان هست که البته به من خیلی نزدیک هست و شاید بشه گفتش که 50% خود من هستم، 50% هم نابینایان دیگری است که در طول این سالیان من ازش سوال کردم، گفتم شما انقلاب رو چجوری تجربه کردین و اینها رو گرد آوردم و یک جنگی از این خاطرات و این روایت ها درست کردم. رمان شما یک لایه مضاعف روایت هم داره. در واقع سرگذشت هنرمند نابیناست
که به شکل یک سری یادداشت های پراکنده میرسه به دست راوی و راوی اونا رو با دقت و علاقه میخونه، دستبندی میکنه، سرسامون میده و اون رو روایت میکنه. چرا این ترفند رو به کار بستین؟ چقدر تفاوت ایجاد میشد اگر که راوی خود این هنرمند نابینا میبود؟ سوال خوبیه. ببینید، من از پشت صحنه باید برای شما و کاربرانمون بگم که من خیلی وقتا بود که ازم پرسیده میشد که این نابیناها زیبایی براشون چیه، نمیدونم خواب چطور، شما خواب میبینین، نمیدونم خط نابینایی آیا اینجوریه اونجوریه، آیا خط نابینا ها بین المللیه، نمیدونم، یه مش سوالیه که بعضیاشون خیلی به نظر من بیهوده و بدجور میومد، ناپسند میومدش اصلا و ناهنجار میومد. حالا من بعد از اینکه سالها این رو بلوکه میکردم، مثلا تو از کجا میفهمی که من الان ایستادم، نمیدونم آخه تو چرا سفر میکنی، نابینا ها که همه چی برشون صداست، خب میتونیم صدای اونجا رو برای ضبط بکنیم، نمیدونم از این صحبت ها. یک جایی شد، یک زمانی شد که من گفتم خب تو یک ژورنالیست هستی، به جای اینکه غیظ کنی و غضب کنی و با خودت نمیدونم غر بزنی و اینها، بشین اینا رو بنویس و پاسخ آدم های کنجکاو رو بده. به خاطر این نشستم و اینها رو جمع کردم، هر چی که میدونستم و هر ترفندی که یک نابینا به کار میبره تا جهان دیداری ما رو تجسم بتونه بکنه، اینها رو نوشتم و راستش یک، حالا اسمش رو بذاریم خودزیست نامه، یک اتوبیوگرافی از خودم نوشتم. بعد نه خودم که، حالا یه شخصیتی درست کردم که زیادی به من نزدیک. بعد از شما چه پنهان دیدم که این شخصیت انگار فقط فرازهایی داره و بعد با خودم گفتم که پس فرودهای این انسان کجا هستند، بدیهای این، شرارتهای این، نمیدونم به هر حال نکات منفی و مثبت این آدم کجاست که این رمان رمان بشه، اگر نه که این داستان نه جذاب میشه و نه اونقدر کسی کنجکاوی داره که اینطوری بخونه. اینجا ما با یک دیکشنری روبرو نیستیم، دیکشنری بلیندیپدیا به جای ویکیپدیا، بلایندیپدیا به قول شما انگلیسی. خب حالا چه کردم؟ اومدم با یک کس دیگری، یک نابینای دیگری رو هم به این اضافه کردم که یکیشون همون کسی است که شما گفتین، موسی است که این یادداشت‌های پراکنده به دستش میرسه و این داستان رو، روایت خودش رو از داستان میگه، یعنی هم نادر رو میگه و هم تفسیرهای خودش رو میگه و به این ترتیب دو شخصیت هستن که درباره این جهان نابینا نه با هم بلکه درباره هم صحبت میکن. چقدر توی این رمان سعی کردید که صادقانه و خیلی بیپرده راجع به جهان حالا راوی اصلی بنویسید و چقدر خودسانسوری کردید؟ چقدر خود موسی، آیا اصلا موسی تاثیر داشت در اینکه سانسوری صورت بگیره توی روایت کتاب؟ خب این پرسشی که شما میکنید مثل اینه که از آدم میپرسن که آیا شما در مثلا فلان انجمن ناجور بودین؟ معلوم آدم میگه نه. امیدوارم من اینجا دروغ نگم. اون چی که به من آگاه هست، من خیلی بیپروا و صادقانه در این باره صحبت کردم. طبیعی است که خب فضاهای تیره ذهنی هم هست که بهشون اشاره نکردم، یا فضاهای روشنی هم هست که بهشون اشاره نکردم، ولی اگه بخوام خیلی صادقانه و راست و پوسکنده بگم، نمیدونم،
فکر نمیکنم زیاد از اون فضاهای تیره چیزی مونده باشه که نگفته باشم. در ضمن بهتون بگم که این رمان اولش 300 صفحه نبود، بلکه خیلی بیشتر بود و با دوستان خوبی که من داشتم که یکیشون آقای راینهارت برنبک، یک دوست آلمانی است که من دارم و منتقد اصلی من هست و دختر خودم، با اینها که صحبت میکردم میگفتم مثلا این اینجا تکرار شده، اینجا نمیدونم لازم نیست، اونجا فلانه، و خیلی با خودم البته صحبت کردم و اینجور کردم و غور زدم و که بکنم این کار نکنم، و بسیاری از اینها رو خط زدم. اونها هستندشون و راستش بعضیاشون هم بعدن که ویراستار در انتشاراتی میگفت اینا دیگه لازم نیست، خیلی با هم دیگه جنگ و دعوا کردیم تا بالاخره این به اینجایی رسید که ما الان میتونیم بخونیم. شما رمانتون رو به زبان آلمانی منتشر کردین. زبان عاطفی شما آلمانیه یا فارسی؟ و آیا قصد دارین رمانتون رو به فارسی هم منتشر کنید؟ راستش من خودم رو اینجوری ترسیم میکنم که آدمی هستم با نقطه قوت های آلمانی و نقطه ضعف های ایرانی، ولی نقطه ضعف نه به معنای نقطه ضعف سنتی، بلکه اونجوری که آدم برای شکلات، برای یک موسیقی خوب از خودش ضعف نشون میده و دنبالش میره و دیگه نمیتونه ازش دست برداره. من زبان عاطفی من نمیتونم بگم که یک کدوم از این زبان ها هست. بعضی چیزای عاطفی من به آلمانی است و برخیشون به عنوان یه موزیسین ایرانی به فارسی و فرهنگ ایران است. اما این که چی شده، شاید این پرسش هم در این پوشیده است که آخه چرا به زبان آلمانی، خب راستش یک کمی هم این داستان قضیهش کاربردی و ناکاربردی زبان خودمون و وسایل خودمون بوده. اون موقع که من شروع کردم به نوشتن این رمان برای فارسی، ما برای نابیناها تسهیلاتی نداشتیم، آسانسازهایی نداشتیم که من بتونم به راحتی این کارم رو بخونم و ادیت کنم. اینها اینه که شروع کردم به آلمانی نوشتن و ادامه دادم. و برای اینکه سخن رو به درازا نکشم بگم که شروع کردم به ترجمه این به فارسی، 20 صفحه هم ترجمه کردم، ولی خیلی خیلی برام سخت بود، حتی عنوان رمان هم برام سخت. یکی از دوستان قدیمی این رمان رو خونده و خوشش اومده از شما چه بنون، و ایشون داره این رو ترجمه میکنه به فارسی. البته بگم که با هم دیگه صحبت های زیادی داریم، چون که او معتقده که یه مقدار باید آزادانه تر ترجمه کنه و میدونید که حالا هر جور هم که یک مترجم یک داستانی رو ترجمه کنه، اون نویسنده میگه اینجاشو مثلا اینجوری میکردی بهتر بود، اینجاشو اونجوری میکردی، خیلی سخته به حال. درسته. من میخوام همین رو بپرسم که آیا رمانتون رو فکر میکنید که ترجمهش به فارسی کافیه یا نیاز هست که یه بازنویسی هایی هم صورت بگیره، یا حتی نیاز هست که آیا عنوان ترجمه بشه، یا میخواید عنوان جدیدی برای این رمان در نظر بگیرید؟ بله، به احتمال خیلی قوی عنوان تازه‌ای براش در نظر میگیریم، باید بگیریم، به خاطر اینکه اسم این به آلمانی هست Aus dem Leben eines Blindgängers. Blind یعنی از زندگی یک Blindgänger. حالا این Blindgänger در اصل توش یک لغت blind یا blind مستتر هست که نابیناست، و گنگر به معنای رهرو یا یه همچین چیزی درش هست. اما از سوی دیگه این بلیندگنگر لغتی است که برای این نارنجک ها، خمپاره های، یا چطوری بگم، بمب های منفجر نشده هستش. و به خاطر این گره و رازی که در دل این نابینا و نابینایان هست، اسم این نام رو من انتخاب کردم
این نام دو پهلو رو که ما اصلا براش واژه‌ای در فارسی نداریم، این است که پی یه واژه خوبی میگردم براش. به عنوان یک نویسنده و روزنامه‌نگار معلول، به نظر شما نمود معلولیت در ادبیات فارسی چطوره؟ نه که در ادبیات فارسی، بلکه به شما میتونم بگم که از همون ساراماگو که شروع کردیم، بیشتر اونچه که من تا حالا خوندم به خصوص در ادبیات فارسی، این نابینایی و به قول حالا خیلی کوری، این یک نمادی است که باهاش اشاره میکنن، همینطور که خودتونم پرسیدین دیگه، به تیرگی، به نادانی، به نمیدونم یک درماندگی، میدونین، یعنی که در اصل نابینایی نماد یه چیزای دیگه است و در ادبیات هم همیشه اینطوری بوده تا اونجایی که من خوندم، مگر دیده باشم در مثلا رمان‌های کاراگاهی که مثلا یک کاراگاه نابینا یه چیزی رو کشف میکنه و اینها، اونا نه، اونا واقعی مطرح میکنه. در واقع از خود من معلولیت هم کمی استفاده نمادین میشه به جای اینکه سعی بشه که خود این، بله بله به زندگی جای واقعی آره انجام بشه. دقیقاً دقیقاً به جای اینکه یا روشنگری بشه یا اینکه توصیف بشه، این رو بهانه ای قرار میدن نویسندگان برای اینکه چیزهای دیگه ای رو توضیح بدن. و خود این نابینایی هم از سوی دیگه باید بگم که وقتی یه کسی به شما، شما به یکی نگاه میکنید و اون نابینا یا حالا اون طرف روبروی شما نمیتونه این نگاه شما رو پاسخ بده، معمولا آدما فکر میکنن که به درون ذهن او راه پیدا نمیکنن و این به خاطر همین هم این نابیناها خیلیشون یه حالت رازآمیخته ای دارن برای دیگران. و من میخواهم که در اصل این دیوار رو بردارم، میخوام که با نوشتن این داستانها نابینایان، معلولان رو به عرض کنم آدم های حالا اسمشون رو بذاریم عادی، نزدیکتر بکنم. نابینا هم شاخ و دم ندارن مثل بقیه، بعضیشون خوب هم بعضیشون بدن، بعضیشون چیزهای خوب دارن چیزهای بد دارن، این دارن اون دارن. و اگر ما بتونیم که از این حائل، از این مانع، از این دیوار بگذریم و دیگه این بین ما نباشه، بعد میتونم مثلا من برای شما نوعی دوست باشم، نباشم، آشنا باشم، نباشم، چه میدونم. و این یک حالت معمولی عادی سازی میخوام بکنم. خلاصه ممنونم، ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما در رادیو زمانه دادید. درود بر شما، درود بر کاربران، بینندگان و شنوندگان رادیو زمان.